بسم الله الرحمن الرحيم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. میخواهند خدا و مؤمنان را فریب دهند در حالی که جز خودشان را فریب نمی دهند، اما نمی فهمند. در دلهای آنان یک نوع بیماری است، خداوند بر بیماری آنان افزوده و به خاطر دروغهایی که می گفتند عذاب دردناکی در انتظار آنهاست. روی ماه دستمال نمدار می کشم، نوک قاشق آسمون رو می چشم، می پاشم ستاره ها رو سر رات که بیای قدم بذاری رو چشم، شبا رو جمع می کنم تا می زنم، رنگ روغنی به فردا می زنم، همه ی تلخی ها رو دور می ریزم، طعم شیرینی به دریا می زنم. نازنین غزل غزل داد توی کوچه های شمشاد، با لب ترانه فریاد گل نرجس باغ تاباد. واسه اومدنت برنامه هاست، همه ی جاده ها آب پاشی میشن، نوک هر پرنده ای شاخ گلی، کف رودخونه هامون کاشی میشن. یه حساب تازه ای باز میکنن، شکل ماه تو پسنداز میکنن. نازنین غزل غزل داد توی کوچه های شمشاد، با لب ترانه فریاد گل نرجس با قطاب. السلام علیک یا ابا صالح المهد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل 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 محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز و ارجمند برنامه حقیقت شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه و روز و روزگار خوب و خوشی رو سپری بفرمایید. تا انتهای برنامه با ما همراه باشید. مانند برنامه پیشین در این برنامه هم در خدمت حاج آقای فالی هستیم. حاج آقا سلام. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الذین اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأراضين الحجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. من هم خدمت شما بینندگان عزیز و مجری محترم برنامه، برادر عزیز جناب آقای امیری و کلیه دست‌اندرکاران زحمتکش شبکه مقدسه امام حسین سلام عرض می‌کنم در خدمتتون هستم. بزرگوارین حاجا، خیلی خوش آمدین و تشکر می‌کنم از تشریف فرمایی شما. داشتیم این بحث رو مطرح کردیم که آیا با این نقشه‌هایی که کشیده شد
قبل از شهادت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، برای اینکه به هر حال اون نقشه خودشون رو عملی کنن، می‌خواستیم ببینیم که پیامبر در مقابل این چه حرکت‌هایی انجام دادن برای اینکه از انجام اون نقشه‌ها جلوگیری کنن، که بحث سپاه اسامه رو مطرح کردیم و اینکه بارها تذکر داده بودن و یادآوری کرده بودن که باید هم به قرآن تمسک بجویید هم به اهل بیت، که اینها به هیچ عنوان از هم دور نمیشن و جدا نمیشن. و بحث امام جماعت شدن ابوبکر رو هم در جلسه قبل مطرح کردیم. اما صحبت اینه که آیا به همین جا ختم شد یا نه، نقشه های دیگه هم بود که انجام شد برای اینکه به هر حال تفکر مردم، چون الان جو جامعه نشون میده که توی همون مسجد هم شما فرمودین که وقتی که خلیفه اول برای نماز رفت، خب خیلی‌ها اعتراض کردن تو همونی هستی که وقتی که پیغمبر بهت گفت توی سپاه اسامه باش برگشتی. یعنی هنوز نشون میده که به هر حال جو مدینه به گونه ایه که حرف پیغمبر خریدار داره. میخوام اینم که به هر حال این جو خاموش بشه، این جو به سمت و سوی همونهایی بره که میخوان یک نقشه هایی رو پیاده کنن. چه کار کردن که این عمل انجام بشه؟ اینا تقریبا باید گفت دیگه ناامید شده بودن. اینا نیتشون این بود که در زمان خود پیامبر با این نقشه ها و توطئه هایی کشیدن که در زمان خود پیامبر جاپاشون رو صفر کنن و خلافت ابوبکر رو در همون وقت در زمان پیامبر بگوین که این خواسته پیامبره. اما پیامبر اسلام نقشه هاشون رو خونسا کردن، لذا در آخرین لحظات عمر پیامبر اینها دیگه دیدن نه، نقشه ها همه برملا شد، توطئه‌هایی که چیده بودن نتونستن به این وسیله این توطئه‌ها به خواستشون برسند که یه حجیت باشه از طرف پیامبر دیگه. اگر زمان پیامبر ابوبکر میاد وای میستاد نماز میخوند، پیامبرم از جلوگیری نمیکردن، یا پیامبر اسلام ابوبکر رو وقتی از جیش اسامه برگشت مانعش نمیشدن. اینجا خب اینا براشون حجت بود دیگه، میگفتن پس پیامبر اسلامم بر اینکه ابوبکر خلیفه باشه جانشینش باشه، پیامبر اسلامم حرفی نداشتن، ممانعت نکردن. اما دیدن نه، نقشه هاشون برملا شد، لذا اومدن خواستن. در قبل گفتیم اینا شخصی خود شخص پیامبر رو میخواستن ترور کنن، نتونستن، توطئه‌هایی چیدن، توطئه‌هاشون عملی نشد. الان بیان چه کار کنن؟ برای اینکه بتونن خلافت رو بگیرن اومدن متوسل شدن به اینکه بیان شخصیت پیامبر رو ترور کنن. شخص پیامبر رو نتونستن، اما شخصیت رو در آخرین لحظات بیان شخصیت پیامبر رو ترور کنن، ترور شخصیت. لذا اینها که مخفی شدن بعد از اینکه پیامبر اسلام ابوبکر رو از جای نماز کشیدن، آخرین نقششون این بود دیگه و پیامبر باهاش برخورد کردن، اینا متواری شدن، مخفی شدن. چه وقتی اومدن؟ در همون آخرین لحظاتی که همه اصحاب و یاران در خانه پیامبر دور پیامبر بودند و مردم مدینه که از حال پیامبر وخیم شدن حال پیامبر مطلع بودند، دور خانه پیامبر جمع شده بودند، اینها خودشون رسوندن، اومدن کنار بستر پیامبر به این عنوان تا بیان از حال پیامبر مطلع بشن. حدودا چه روزهایی از ماه سفر با توجه به 28 سفر که روز شهادت حضرت رسول اکرمه، میخواینم این چه روزهای دو سه روز قبلشه یا بیشتر؟ اینی که هست نسبت به سپاه اسامه 26 سفره، یعنی خب همه این اتفاقات دو روز اتفاق افتاده. بله دیگه، این که اومدن برای عیادت پیامبر، همون عیادت پیامبر روز 26 یا 27 بود، این که آخرین لحظات پیامبر. اولا قبل از اینکه وارد بحث بشیم یه سوالی که توی ذهنم اومده، جنگی در گرفت برای سپاه اسامه؟ نه دیگه جنگی نه، اصلا میگم اینی که در تاریخ داره. یه پلیتیکی سیاسی. احسنتون، پیامبر اسلام این کار انجام دادن که اینا نباشن، که بتونن به احسن وجه این جانشینی و امامت امیرالمؤمنین رو و خلافت امیرالمؤمنین رو ثابت کنن در مدینه، که خب اینا با این کاری که کردن مخالفت کردن، نه نگذاشتن. خلاص اینا جمع شدن
داره در خانه عایشه کنار بستر پیامبر اینا چی؟ حاضر شدن همشون اومدن. این در همون لحظات منافقین کاری کردند، حادثه‌ای به وقوع پیوست که وجود مقدس صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها در ضمن خطبه‌ای که چند روز بعد از شهادت پیامبر ایراد کردند می‌فرمایند و ازیلت الحرمت عند مماته فتلک والله نازلت الکبرى والمصیبت العظمى بهار الانوار جلد 29 صفحه 226 گفته بی بی دو عالم فاطمه زهرا. هنگام درگذشت آن حضرت حرمت از میان رفت و به خدا قسم مصیبت بزرگ و فاجعه جبران ناپذیر همین است. حضرت زهرا علیه السلام دارد می فرماید که این مصیبت این بود که حرمت پیامبر شکسته شد، یعنی از خود شهادت پیامبر این مصیبت بالاتر، این مصیبت که حرمت پیامبر شکسته شد. حالا اگر بخوایم با به تاریخ مراجعه کنیم، این بار اول نیست، ولی دیگه اینجا به قول معروف تخت گاز رفتن. اگر نه قبلن هم داره که حد که حرمت شد نسبت به پیامبر همین منابل شخصیت پیامبر چندین بار داره که شخصیت پیامبر رو زیر سوال بردن، ترور شخصیت پیامبر شد، از جمله نسبت به این که در صلح حدیبیه در ذوالقعده سال ششم هجرت، صلح حدیبیه در اون وقت اتفاق افتاد بین رسول خدا و قریش، مصالحی که خداوند متعال میدانست و در تاریخ بله. آمده به اون مصلحت ها پیامبر اسلام بر این بودن که با 1400 نفر، حتی داره پیامبر اسلام 70 شتر برای قربانی به سوی مکه با خودشون داشتن میبردن، پیامبر اسلام رفتن به سوی از مدینه به سوی مکه، داره در حدیبیه منطقه‌ای بوده، قریه‌ای بوده در نزدیکی مکه 20 کیلومتر با مکه فاصله داشته حدیبیه، داره شتر پیامبر ایستاد و دیگه حرکت نکرد، پیامبر اونجا موندن و بعد از طرف قریش کسانی آمدن که پیامبر اسلام بر مسائلی که خداوند متعال میدانست و به پیامبر فرمودند پیامبر اسلام صلح کردند با قریش. در ضمن این شرایطی گذاشته بودن در این صلحنامه، از جمله که امسال که پیامبر که همون سال ششمه نباید پیامبر اسلام به سوی مکه بیان برای اعمال، بلکه باید برگردن، پیامبرم قبول کردن. اینجا داره که عمر سخنی گفته که من این سخن عمر رو میگم خود بینندگان عزیز خودشون بیان این سخن رو گوش بدن و نتیجه بگیرن که این سخن و این گفتار از این شخص از جهت اسلام و از جهت مسلمان ها چه حکمی داره، با این شخص باید چگونه انسان برخورد کنه، رفتار کنه. بله. داره که خود عمر میگه، میگه به خدا سوگند از روزی که اسلام آوردم جز آن روز در اسلام شک نکردم، در صلح حدیبیه میگه شک کردم در اسلام. بعد داره پس نزد رسول خدا رفتم، عمر داره میگه، و گفتم مگر پیامبر خدا نیستی؟ شک داشته. فرمود آری هستم. گفتم آیا ما بر حق نیستیم و دشمن ما بر باطل نیست؟ فرمود آری. گفتم پس چرا در دین خدا اظهار خاری و کوچکی کنیم؟
یعنی صلح رو بپذیریم. بله. یعنی گفته الهی، مصالح الهی رو بذاریم کنار. من نظرم اینه که این خاریه، صلح حدیبیه. پیامبر فرمود من رسول خدا هستم و هرگز از فرمان او سرپیچی نمی کنم. او یاور من است. گفتم آیا نگفتی که به خانه خدا خواهیم رفت؟ همش در صدد این بوده پیامبر متهم کنه. و طواف خواهیم کرد؟ فرمود آری. بعد پیامبر فرمود ولی آیا گفتم امسال خواهیم رفت؟ عمر میگه گفتم خیر. اون حضرت فرمود پس خواهی رفت و طواف خواهی کرد. حالا امسال نشد، سال بعد. اینجا این قضیه رو برای تفسیر این قضیه میتونیم به کتب تفسیر، تفسیر قمی، تفسیر ابوالفتوح رازی، آلوسی در روح المعانی، همچنین تفسیر نویسنده فی ظلال در تفسیر خود و مرحوم طبری در مجمع البیان و همچنین تفسیر صافی مرحوم فیض کاشانی جلد 5 صفحه 35 را این راجع به این واقعه جویا بشه. الان شما یه برگشتی به عقب داشتید بله، که یعنی یک داستانی رو، یک واقعی رو می‌خواستید شرح بدید، گفتید این اولین بار نبود که اینی که می‌خواید الان شرح بدید بودید دیگه اوج قضیه بود. بارها این اتفاق افتاده بود. قبل از اینکه وارد این بحث بشیم که ترور شخصیتی شد پیامبر اکرم، میخوام اینم که هدف از این ترور شخصیت چه بود؟ یعنی برای چی میخواستن شأن و منزلت پیغمبر رو از اون جایی که بوده بیارن پایین تر؟ برای یعنی آیا هدفشون این بوده که به مردم این رو القا کنن که حالا به همه ی حرفای پیغمبر نباید عمل کرد، به همه ی حرفای پیغمبر نمیشه اعتماد کرد، یعنی حالا مثلا در روز قدیر یه واقعی اتفاق افتاده معلوم نیست از سوی خدا باشه؟ میخوام اینم کدوم یکی از اینا بوده، اینها رو دنبال میکردن؟ بله، اینا معمولا نظرشون این بوده خود رسالت پیامبر رو زیر سوال ببرن، چون این اتفاقیه. شیعه و سنی میگن که پیامبر معصومه از خطا، از هر گناهی بریئه، هیچ وقت خطا نمی کنه، هرچه پیامبر داره از طرف خداست، عصمت دیگه. با این کلام میخواست چیکار کنه؟ عصمت پیامبر رو زیر سوال ببره. حتی اینجا در صلح حدیبیه شما کلام رو دقت درش بکنی ببینید منظورش چی بوده، که از پیامبر رو داره زیر سوال میبره دیگه. اگر من مطیع پیامبرم و واقعا اون حرفی که زد من کتاب خدا برام ملاکه، خب باید در اینجا برام ملاک باشه. خداوند متعال میگه اطاعت کن از پیامبر، من باید مطیع باشم. پس وقتی این کارو میکنم میخوام کلام پیامبر رو زیر سوال ببرم که پیغمبر معصوم نیست، هر حرفی که میزنه از طرف خدا نیست. لذا اگر پیامبر را، اگر امیر مؤمنان را به عنوان جانشین ممکن از طرف خودشون کرارن احسنتم تعیین کرد و فرمود پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله که امیرالمؤمنین جانشین من و امام و خلیفه بعد از من، نه، این به عنوان این که به پیامبر پسر عموش بوده امیرالمؤمنین علیهم السلام، لذا آمده پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم امیرالمؤمنین را به عنوان خلیفه و جانشین بعد از خود تعیین کرده. خلاصه راجع به این قضیه‌ای که بیبی دو عالم فاطمه زهرا می‌فرمایند، بزرگترین مصیبت این بود که حد که حرمت پیامبر شد. عام در صحاح سته، اول من خدمت عزیزان بگم صحاح سته رو که علمای بزرگ عامه این را به عنوان قرین و عدل قرآن میدونن، هم وزن قرآن میدونن. بله. و میگوین هر چی در اون هست صحیحه. این صحاح سته اینها این هست. صحیح بخاری مال کیه؟ مال محمد ابن اسماعیل بخاری، متولد 256 هجری قمری. دوم صحیح مسلم، کتاب ابن حجاج نیشابوری، متولد 261 هجری قمری. سنن ابن ماجه،
محمد ابن یزید قزوینی متولد 273 هجری قمری، سنن ترمذی محمد ابن عیسی متولد 273 هجری قمری، سنن ابی داوود کتاب سلیمان ابن اشعث سجستانی متولد 275 و همچنین سنن نسائی متولد 303 هجری قمری که مهمترین کتب اهل سنت. درست، ما این قضیه رو از این کتب، کل این صحاح سته اینا رو نقل کردن. شما بدونید بزرگترین علمای اهل سنت هستن اینها. حالا ما بقی رو دیگه ما فقط آدرس میدیم، ولی میخواستم بدونید که اینایی که مهمترین و اهل سنت تمام روایات اینها رو قبول دارن، اینها نقل کردن این قضیه رو. چون این بحث یک بحث مهمیه، بچهای پشت صحنه موافقید یه بخشی رو ببینیم و برگردیم؟ بله، خیلی تشکر میکنم آقا، چون من خواستم که بحث شما حرف ناقص نمونه، خوش میکرده. یک بخش کوتاهی رو بینندگان عزیز و ارجمند برنامه حقیقت با هم ببینیم، برمیگردیم در خدمت آقا فالی و شما خواهیم بود. لقد حكموا بليل أو نهار، لقد حكموا بليل أو نهار، بكى لا تقر بلا كيف قرارها والحكم جاري عليها وهي لم تطق الهجوع. لقد حكموا بليل كيف قرارها والحكم جاري عليها وهي لم تطق الهجوع. فأخرجها علي للبقيع، فأخرجها علي للبقيع بأوراق الأراكة والفروع، تقيم هناك ناثرة دموع على من أورث الدنيا صدوعا. أتى نحو البقيع بها فلما أتى نحو البقيع رأى قطع الأراضي
حسرتي كان ظلما بنا بيتا إلى الأحزان ونمايا لتبكي وسطه الهادي. خب با برنامه حقیقت در خدمتتون هستیم، امیدوارم حالا این بخش کوتاهی که با هم دیدیم مورد توجه و رضایتتون قرار گرفته باشه و خستگیتون در رفته باشه. در ادامه برنامه و با ادامه برنامه حقیقت در خدمت هستیم. حاجا رسیدیم اون بحث مهمی که حالا قرار است سه‌های سته مطرح بفرمایید. داره که عامه یعنی اهل سنت در سه‌های ستهشون و دیگر کتاب‌هاشون، کتاب‌های متعدد تاریخی و حدیث به نقل از ابن عباس و دیگران آوردن، ابن عباس و دیگران که مسلم، بخاری، طبری و دیگران روایت کردند. این سخن ابن عباس رو از ابن عباس شنیدند که می گفت روز پنجشنبه چه روز پنجشنبه‌ای، الرضیه کل الرضیه ما حال بین رسول الله و بین ان یکتب لهم ذالک الکتاب من اختلافهم و لغطهم. چه مصیبت بزرگ و جبران ناپذیری است که هم همه و نزاع آنان نگذاش رسول خدا آن نوشته را بنویسد. داره بعدن انقدر گریه کرد ابن عباس به گونه ای که ریگها از اشک او خیس شد، ریگهایی که شنها و مسه هایی که زیر پای ابن عباس بود. اون وقت گفت روز پنجشنبه بیماری رسول خدا شدت پیدا کرد، فرمود ایتونی بالکتف و الدوات اکتب لکم کتابا لن تضلو بعده ابدا. برای من دوات و شیء مسطحی بیارید، کاغذی بیارید، پوستینی بیارید تا برای شما چیزی بنویسم. لن بهش میگن نفی ابد، در عرب از حروف برای نفی ابد میاد، دارد که تا برای شما چیزی بنویسم که لن تضلو که پس از آن هرگز گمراه نگردید. پس اختلاف کردند، نگذاشتند پیامبر این نوشته را بنویسه. خود ابن عباس میگه حال آنکه نزد هیچ پیامبری شایسته نیست نزاع روی بده. پس گفتند رسول خدا هذیان میگوید. داره یا عمر گفت، یه جای داره که گفتند، یه عده گفتن ان الرجل لیهجر ان النبی یهجر، به درستی که پیامبر داره هذیان میگه، یا داره جای دیگه داره یا عمر گفت دارد هذیان میگوید و یا گفت عمر ان الرجل لیهجر یا گفت قد غلبه الوجع. اینجا مختلف اومده در کتب اهل سنت، تمام این عبارات هست که از نظر معنا اگر بخوایم بگیم همش یکی میشه. بله، درد قد غلبه الوجع یعنی درد بر او غالب شده. چون درد غالب شده نمیشه، اصلا متوجه نمیشه چی میگه. نعوذ بالله، استجیر بالله، و از شدت درد نمیدونه چی داره میگه. و عندكم القرآن حسبنا کتاب الله. درد بر پیامبر چیره شده، شما هم که قرآن دارید، کتاب خدا برای ما کافی است. این گفته عمره. در این هنگام بود که افرادی که در خونه پیامبر بودند اختلاف شد. بعضی گفتند باید برای پیامبر دوات و شیء مسطح آورد که پیامبر وصیتشون رو بنویسن. عده‌ای گفتند نه، اینجا وقتی که نزاع بالا گرفت
پیامبر به ایشان فرمود قومو انی، از پیش من برخیزی. پیامبر داره همه رو از نزد خود راند. در برخی از روایت اومده عده‌ای گفتن ما شأنه یهجر، او را چه شده که هذیان میگوید. نسبت هذیان به پیامبر خدا، پیامبری که اشرف مخلوقاته، پیامبری که به گفته شیعه و اهل سنت برترین پیامبرانه، عقل کل، سرور رسول، این گونه با پیامبر برخورد. احسن. این ماجرا در بسیاری از منابع اهل سنت نقل شده، غیر از صحاح سته که گفتم با این جمله های مختلف اومده، اما از نظر معنا همش یک چیز رو میرسونه. غیر از آن در مسند احمد ابن حنبل جلد یک صفحه 325 در ذیل مسند عبدالله ابن عباس، در اونجا اینو نقل کرده. صحیح بخاری جلد یک صفحه 37 و 39، جلد 5 صفحه 138، جلد 8 صفحه 161، جلد 2 صفحه 118 و جلد 4 باب قول المریض از کتاب المرضى صفحه 5. همش هم این داستان تکرار. بله بله، میگم به جمله های مختلف. صحیح مسلم جلد 6 کتاب الوصیه باب ترک الوصیه صفحه 76، جلد 5 صفحه بازم جلد 5 صفحه 75، کامل ابن اثیر جلد 2 صفحه 217، جامع الاصول ابن اثیر جلد 11 صفحه 69 و 71، تاریخ طبری جلد 3 صفحه 193، کنز الامال متقی هندی که همشون اینا از علمای بزرگ اهل سنتن جلد 3 صفحه 138، الطبقات الکبرى جلد 2 صفحه 244 که طبقات الکبرى مال محمد ابن سعده، ابن حجر عسقلانی هم در فتح الباری جلد 8 باب مرض النبی و وفاته اونجا اینو نقل کرده. و این گذشته از اجماع شیعه بر این مطلب، اکابر علمای اهل سنت به عبارات و الفاظ مختلف این واقعه بیماری پیامبر رو نقل کردن که من آدرس ها رو بعضی از این کتب علمای اهل سنت رو خدمت عزیزان بیان کردم. باز مناقب آل ابی طالب جلد 1 صفحه 235 هم اینو نقل کرده. حاجی فالی، من دو تا سوال دارم. یکی این که اگر یک شخصی بیاد به پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله، شخصی که ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها بوده، یعنی جز وحی که از طرف خدا بوده حرف دیگه نیست، شخصی که رحمت للعالمین بوده، شخصی که اومده همه رو از جهالت‌های دوران جاهلیت نجات داده، شخصی که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا بوده، همه این آیاتی که در مورد پیامبر اکرم نازل شده و پیغمبر به هر حال یک شخصیت والایی بوده، اشرف مخلوقات بوده و بالاتر از پیغمبر، من فکر می‌کنم تو کل، یعنی قاعدتا همینه، تو کل خلقت هیچ شخصیتی نیست. اگر یک شخصی بیاد یک همچین اهانت و جسارتی به یک همچین شخص بالایی بکنه، از نظر مسلمانان چه حکمی برش جاریه؟ بله. یا اصلا قرآن در این مورد صحبتی کرد یا نه؟ من اگر اجازه بدید، من یه اعترافیه که در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید از خود عمر اورده نسبت به این گفته و عمر اومده تصریح میکنه، بازم روایت رو ابن عباس نقل میکنه. من این عبارت هم بخونم انشالله، اگر حالا این برنامه احتمالا وقت میشه یا در برنامه ایدن انشالله راجع به اون مفصل صحبت میکنیم که از نظر مسلمان ها، از نظر آیات قرآن، این شخصی که اطاعت نکنه پیامبر رو، این نسبت رو به پیامبر بده، احسنتم، مفصلا انشالله راجع به اون صحبت میکنیم. اما ابن ابی الحدید
گذشته از این که این جسارت عمر رو که گفتیم در وقت بیماری پیامبر نقل کرده در شرح نهج البلاغه جلد 2 صفحه 563، اومده در جلد 12 صفحه 78 و صفحه 79 از ابن عباس نقل میکنه که ابن عباس گفت در یکی از سفرهای عمر به شام من همراهش بودم، یک روز تنها سوار بر شدود خود شده بود عمر و میرفت، من هم به دنبالش میرفتم. به من عمر رو کرد و گفت ابن عباس از پسر عمویت گله دارم، یعنی امیر المؤمنین علی علیه السلام، از او خواستم که با من بیاد به شام ولی این کار رو نکرد، همچنان او رو از خودم رنجیده میبینم. به نظرت از دادن خلافت به نظرت از چه ناراحته؟ عمر به ابن عباس داره میگه چرا امیر المؤمنین از من ناراحت؟ گفتم ای فرمان روا تو خود میدانی. گفت گمانم، ابن عباس میگه گفتم خودت میدانی. عمر در جواب گفت گمانم به جهت از دست دادن خلافت، هنوز ناراحت. گفتم همینطوره، او عقیده داره که رسول خدا خواست او خلیفه گردد. اینجا داره قال عمر بن الخطاب، عمر رو کرد به ابن عباس و گفت ان رسول الله اراد امرا و اراد الله غیره فنفذ مراد الله تعالی ولم ينفذ مراد رسوله. ببینید پیامبر خدا خواست در حال مریضی علی را به جانشینی خود نصب کند ولی من نگذاشتم، و چون او مراد مرا دانست، یعنی پیامبر، اظهار نکرد. البته او اراده کرد ولی خدا اراده نکرده بود. یعنی اینجا باید بگیم یک واسطه‌ای بوده از طرف خدا ایشون که اجازه نده پیامبر اراده‌ای که غیر از اراده خداست انجام بدن، پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، ولی خدا اراده نکرده بود. و اراده پیامبر بدون اراده خدا چه فایده ای داره؟ اینجا در جلد 12 صفحه 20 میگه رسول خدا به هنگام بیماری میخواست نام او را ببرد که من به خاطر دلسوزی، این که میگن دایه دلسوزتر از مادر، سالش میگه من به خاطر دلسوزی و پاسداری از اسلام او را از این کار باز داشتم. به خدای این خانه سوگند قریش هرگز او را نمیپذیرفتند و اگر او بر آنها گمارده میشد در همه جا اعراب در برابر او قیام میکردند. رسول خدا دانست که قصد او را دانسته ام، پس از این کار خودداری کرد. رسول خدا وقتی این حکمت و تدبر رو در من دید خودداری کرد، دیگه پیامبرم به عنوان جانشین امیر المؤمنین رو معین نکردن و خداوند نیز تنها انجام شدن آن چیزی را میخواست که خواسته بود، که به وسیله عمر آن چیزی که خدا میخواست انجام شد، به وسیله پیامبر آن چیزی که رسول خدا میخواست خلاف اون چیزی بود که خدا میخواست. خدا میخواست. بله که اینو گفتم خدمتون، ابن ابی الحدید در جلد 12 بله احسنتم نقل کرد. میتونیم به اون سوال اگر صلاح بدونید پاسخ بدیم، این که میخوام ببینم که حکم یه همچین شخصی چیه؟ یعنی اصلا مسلمان ها چجوری باید با یه همچین شخصی که یه همچین اهانتی میکنه، یه همچین جسارتی میکنه به هر دلیل؟ حالا من یه سوال دیگه هم مطرح میکنم، شما میخواید، فکر نمیکنم جفتشو بتونید شما، یعنی وقت بشه که شما تو این جلسه پاسخ بدید. سوال دوم من اینه که اصلا چه هدفی داشتن از این کار انجام دادن؟ یعنی چرا نذاشتن اون وصیت انجام بشه؟ چرا نذاشتن پیغمبر یه چیزی بنویسه که همه امت اسلام لن تزلوا ابدا بشن، هیچ وقت به ضلالت و به گمراهی نیفتن؟ اینه که چه هدفی داشتن،
دوم، حالا کسی که از این عمل جلوگیری کنه و جسارت کنه اهانت کنه چه حکمی داره؟ قرآن آیه صحبت میکنه در این بله. بله. البته هدف اونا که واضح بوده، یعنی شما این توطئه هایی که از اول توطئه ها و نقشه هایی که کشیدند، حالا چه نسبت به ترور شخص پیامبر، چه توطئه های بعد از آمدن از غدیر خم به مدینه، و چه توطئه هایی که وقتی که پیامبر بیمار بودند در بستر بودند، تمام اینها نشان میده که اصلا اسلام اینها، مسلمان شدنشون برای این بود که به مقاصد سیاسیشون برسن، یعنی مقاصد که حکومت باشه، حکومت اسلامی رو وسیله قرار بدن برای این که چی؟ به اهدافشون برسن. و این نقشه‌ای که کشیدن نقشه‌ای بود که دامنه‌دار بود. اینها پیشبینی کرده بودن روزهای بعد از این رو نه. یعنی حتی خلافته، یعنی لذا نگاه میکنیم شما بنی امیه چه وقتی وارد شدن در حکومت، بنی امیهی که شجره ملعونه بودن، قرآن اونها رو لعن کرده، پیامبر خدا اونها رو لعن کرده باید. چگونه آمدن؟ در چه زمانی آمدن؟ در زمان خلیفه دوم یزید فرزند ابی سفیان اول، بعدن هم معاویه به جاش حاکم شام شدن. چگونه معاویه مسلط شد بر شام؟ چگونه توانست حاکم و والی مسلمین بشه؟ به وسیله خلفا. اینا پس مقصدشون این بود که حکومت رو در دست بگیرن، همونی که گفتن، همونی که مانع بشن، احسن مانع بشن از این که اون هدفی که پیامبر داشت به وسیله اهل بیت پیامبر، اون هدف دنبال بشه و پیامبر اسلام به هدف نهایی برسند، که امیدوارم با ظهور آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، اون حکومت و اون نویدی که خداوند متعال در قرآن کریم به ما داده، اون حکومت عدل گستر را ببینیم و ناظر باشیم که حکومت الهی و حکومت عدل الهی که خداوند متعال میخواست به وسیله پیامبر و ائمه اطهار پیاده کند چگونه است؟ انشاءالله. حاجی فالی خیلی تشکر میکنم از بیاناتتون. انشاءالله در ادامه بحث و در ادامه برنامه و در برنامه بعدی در خدمت خواهیم بود و سوالهای دیگه رو مطمئنم. صحبت پایانی اگه دارید بفرمایید. صحبتی نیست، امیدوارم که این صحبتها و این سخنانی که گفته شد از محدثین شیعه و اهل سنت و تاریخ شیعه و اهل سنت، امیدوارم که برای بینندگان عزیز مفید بوده باشه و بتونن به یک نتیجه منطقی برسن و به وسیله این کتب و مراجعه به این کتب واقعا راه حق و صراط مستقیم رو پیدا کنن انشاءالله. تشکر میکنم. خواهش میکنم. بچه های برنامه حقیقت و استودیو اهل بیت علیهم السلام یه خوش سلیقگی به خرج دادن توی این سری از برنامه ها، یک سری تصاویری رو اینجا پخش میکنن. حالا من نمیدونم بینندگان عزیز چقدر توجه کردن، قاعدتا توی دوربین هایی که بچه ها عرض کنم فیلم برداری میکنن، خب مشخص یه جورایی دلامون رو میبره به مدینه النبی و قبرستان بقیع مسجد النبی. به به، از همینجا عرضه بداریم که السلام علیک یا رسول الله. امیدوارم که به زودی زود قسمت ما و شما بینندگان عزیز و حاجای فالی و همه برای بچه های پشت دوربین و عوامل برنامه حقیقت بشه که بریم یه زیارتی داشته باشیم و اونجا از نزدیک عرض ادب کنیم. امیدوارم که خداوند متعال دعای ما رو خیلی زود مستجاب کنه. تشکر و قدردانی میکنم از شما بینندگان عزیز و ارجمندی که با ما همراه بودید. بنده به اتفاق همه دوستانم در آن سوی دوربین های حقیقت از شما خداحافظی میکنم. التماس دعا، خدا یار و نگهدارتون.